آیا ایران با امضای کنوانسیون حقوقی خزر ضرر کرده است؟ یک سال بعد از امضای این کنوانسیون چرا هنوز دعوا سر آن در فضای مجازی ادامه یافته؟ دو طرف چه میگویند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. یک سال از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر با حضور حسن روحانی در اجلاس آکتای قزاقستان در کنار سران چهار کشور دیگر حوزه این دریا یا دریاچه گذشته. از همان موقع تا کنون شیوه انجام مذاکرات با شک و شبهه‌های مخالفان جمهوری اسلامی مواجه بوده که میگویند دولت حسن روحانی خزر را واگذار کرده. اعداد و ارقامی هم از سوی دو طرف مطرح می شود، اشاره به سهم ایران در دوره پهلوی و پیش از فروپاشی شوروی که طرف مقابل همانها را قبول ندارد. بحث خزر مشابه بحث خلیج فارس از بحث‌هایی است که ملی‌گرایان ایرانی را به شدت نگران می کند. اما چرا مسئله خزر تا این حد پیچیده است؟ امشب دو میهمان از دو سر طیف دعوت کردیم، حجت کلاشی فعال سیاسی ملی‌گرا و پرهام فرهنگ وصال کارشناس حقوق بین الملل. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای فرهنگ وصال، شما من دیدم که جزو کسانی هستید که معتقدید اشتباهی صورت نگرفته. ممکنه اول شما به ما بگید که چرا فکر میکنید که اشتباهی نبوده و سهم ایران همین هست که در کنوانسیون پیش بینی میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه و همینطور خدمت هموطنان عزیزم. ببینید، مسئله این هست که اشتباه عمده در یک سطحی از شاید بتونیم بگیم فهم عمومی هست نسبت به قضیه دریای خزر که با اصول بنیادین حقوق دریاهای بسته در تناقض هستش. در همین سوال شما فرمودید سهم ایران. ببینید، من اجازه بدید خیلی کوتاه و تیتروار یک سری از مسائل کلی حاکم بر دریای خزر به عنوان حقوق بین الملل موجود رو خدمت شما عرض بکنم و در ادامه برنامه با صحبتایی که پیش میره حالا وارد جزء به جزء میشیم در میزانی که وقت به ما اجازه بده. ببینید، واقعیت اینه که رژیم حقوقی دریای خزر یک مقوله واحدی نیست و تحت حقوق کنوانسیونل به اصطلاح که کنوانسیون 1982 مونتگو بی به طور عمده شناخته میشه اصلا قرار نمیگیره و مانند تمام دریاهای بسته‌ای که خارج از حیطه حقوق بین‌المللی کنوانسیونل هستش یا کنوانسیون بر مبنای معاهداتی هستش، این حقوق حقوقی در حال تکمیل هست و یه چیز نزدیک به دو قرن هم سابقه داره. این مذاکراتی که بین طرفینی که قبلا دو تا بودن الان 5 تا شدن نظر به تغییر اوضاع و احوال، فلذا نکته ببینید در دو قسمت عمده ما ایرادی وجود داره که در سطح رسانه‌ها و برخی از مردم ما دوچار شدن. همین واژه سهم، وقتی این جمله‌ای که ما میگیم سهم ایران نقطه چین درصد، حالا این نقطه چین رو هر درصد، 2%، 50%، 90%، این جمله فی نفس جمله غلطی است. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که در برخی از مقولات مربوط به دریا، دریاها و در اینجا دریای خزر ما بحث مشاع داریم، یعنی برخی استفاده ها به صورت مشاع است و اصلا درصد بندی نمی شود. اما در مواردی هم که درصد بندی صورت می گیرد باید ببینیم بگیم چند درصد از چی؟ از سطح، از حق کشتیرانی در مناطق مختلف، از ماهی ها و حق صید، از بستر، از زیر بستر. فلذا حتی اگر ما بخوایم بحث درصد رو داشته باشیم باید با اعداد مختلفی ما روبرو خواهیم بود، چند درصد از کجا. فلذا اصلا این صحبتی که از 50% مثلا بین مردم گفته شده بماند که اصلا فی نفسه غلطه و اصلا همچین چیزی اصلا وجود نداره، همچین چیزی هیچ جایی اصلا حتی رو کاغذ هم مقدور نیستش، همچین چیزی در کنوانسیون هم نبوده همچین چیزی. اجازه بدید آقای کلاشی نظرشون رو بگن، چون آقای کلاشی معتقدن که خیانت شده در مورد این کنوانسیون. بفرمایید آقای کلاشی. با درود. در مورد اینکه ما دقیقاً در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم باید توضیح بدم که الان مهمترین بحث در مورد بستر و اتفاقاً وقتی از سهم صحبت میشه دقیقاً منظور سهمیه که از بستر به دست میاد و سهم ایران هم مشخص شد.
یا البته سهم ایران مشخص نیست، ولی رویه‌ای که توی کنوانسیون اومده سهم قسمت شمالی دریای کاسپین رو مشخص کرده و بخش جنوبی اون رو تقریبا به حالت مبهم گذاشته تا خط مبدأ مستقیم نحوه تعیینش در یک موافقتنامه جدایی تعیین بشه. اما اون چیزی که من میخوام در مورد این کنوانسیون بگم و بگم که چرا خیانت هستش و چه اشتباهاتی توش هست، باید این مقدمه ای عرض بکنم و اون اینه که چون دستگاه خارجی ما فاقد بینش ملی استواری هستش و از فقدان کارآمدی رنج میبره، ما در نگاه به پهنه شمالی ایران دچار اشتباهات فاحشی شدیم، چه قبل از فروپاشی شوروی در گروه‌های یانایف یا بعدش که شوروی فروپاشید، ما نتونستیم یک سیاست ملی استواری رو اونجا پیگیری بکنیم که در راستای اون بتونیم منافع ملی خودمون رو بست بدیم و اونجا رو بر اساس منافع دراز مدت ایران مهندسی بکنیم. و به نظر من این کنوانسیون ادامه اون اشتباه دست از اشتباهاتی که در دستگاه خارجه ایران رخ داده و در حال ادامه هستش. مسئله‌ای که وجود داره در مورد دریاچه کاسپین که ما رژیم حقوقی کاملا مشخصی داریم در دریاچه کاسپین و اون بر پایه قراردادهای 21 و 40 در قراردادهای 21 و 40 10 مایل برای ماهیگیری اختصاصی تعیین شده بود، یعنی کل دریاچه مشاع نبود بلکه 10 مایل اختصاصی برای ماهیگیری تعیین می‌شد و بقیه دریاچه به صورت مشاع استفاده می‌شد و مشخصا در اون قراردادها اومده بود که دریای ایران و شوروی هستش. وقتی عنوان میشه که این دریای ایران و شوروی هستش و این دوتا نظام حقوقی اونجا رو تعیین میکردن، معناش این بود که حاکمیت بر دریاچه کاسپین و اصولی که باید بر اونجا وضع بشه توسط این دو حاکم فقط میتونه تحقق پیدا بکنه. پس دریاچه کاسپین یک نظام حقوقی داشت، باید تکمیل بشه قطعا، اما حاکمان بر دریاچه کاسپین ایران و شوروی بودن که در این کنوانسیون مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که از ماهیت معاهدات پیشین کاملا عقب نشینی شده و این کنفرانسیون هیچ ربطی به ماهیت های پیشین نظام حقوقی نداره. آقای فرهنگ‌وصال، شما مشخص بود که موفق نبودیم به بخشی از صحبت آقای کلاشی، ولی من اینم اضافه کنم به صحبت آقای کلاشی، کسانی که معتقدن که سهم ایران کاسته شده و به هر حال این رو خیانت میدونن، اشاره میکنن به اینکه کشورهای شوروی سابق با هم قراردادهایی دارن که تمام کنوانسیونهای دوره شوروی رو میپذیرن، ولی در این مورد به نظر میاد که چون تک تک به نفعشون بوده این رو نپذیرفتن. نظر شما چی؟ بله ببینید، ما نمیتونیم، خیلی خوبه، من خودم شخصا جانم رو فدای ایران و ایرانی‌ها و کسانی که ایران رو دوست داشته باشن میکنن، اما نمیتونیم تعبیر رمانتیک از ایران داشته باشیم. وضعیتی حادث شده است که در آن یک دولتی فرو پاشیده و دولت‌های طبق قوانین حقوق بین‌الملل، ما بحث به ارث رسیدن آرشیو رو داریم، یعنی این صحبتی که در پاسخ به سوال مشخص شما که فرمودید، چه این جمهوری های تازه استقلال یافته بپذیرند کنوانسیون های قبلی و تعهدات قبلی رو یا نه، اینها طبق اصول حقوق بین الملل تا جایی که مقدور باشد و شرایط جغرافیایی اجازه بدهد، اگر مربوط به مسائل جغرافیایی بشود موضوع اون کنوانسیون، اینها موظف هستند که نسبت به دول ثالث که مثلا ایران باشد در اینجا متعهد باشد. اما در این مورد به خصوص، خب همچین وضعیتی غیر قابل، اصلا امکان پذیر نیست. اما بریم در خصوص سابقه. چرا امکان پذیر نیست آقای وصال؟ چرا امکان پذیر نیست؟ چون اونهایی که انتقاد دارن میگن در زمان شوروی شوروی بوده و ایران 50-50 مشاع بوده حق. الان اینا اومدن و تقسیم کردن، 4 تا کشور شدن، بنابراین هر کدوم 20% دست کم میخواد. خیلی خوب. اولا که این 50-50 دوباره همسه کو، این 50-50 کدوم ماده در کجا نوشته شده؟ اصلا این حرف اصلا از بنیان حرف اشتباهی هست. اگه 50-50 من میگم 90-10، اصلا 90% مال ایران بوده، 40 تا من میذارم روش. آخه حرف باید یه بنیانی داشته باشه. خب بذارید از آقای کلاشی بپرسیم. آقای کلاشی، این شما این رو قبول داشتید، فکر میکردید 50-50 بوده؟ یا اگر قبول داشتید بگید که بر چه اساسی؟ بله ببینید، در مورد دریاچه مازندران باید یا کاسپین، باید مسئله مهم اینه که در اون معاهدات اشاره شده دریای ایران و شوروی، یعنی بحث اینه که یه قسمت 10 مایلی وجود داشته بقیه‌اش مشاع بوده. مشاع بین ایران و شوروی معناش مشخصه، یعنی منابعی که در اونجا هست
نصفش برای ایران، نصفش برای اونجاست. الان هم قابلا مقدور هست. ببینید در کنوانسیون اشتباهاتی که شده اینه که روی دریاچه به یک مدلی تقسیم شده، زیر بستر و زیر بستر به یک مدل دیگه تقسیم شده. در مورد بستر و زیر بستر، جناب کلاشی، این چه حرفیه شما میزنید؟ اعلامیه تفسیری جناب آقای دکتر ظریف مشخصا اعلام میکنه و هیچ ماده ای هم اصلا بستر و زیر بستر هنوز رژیم حقوقیش تعیین نشده است به صراحت. خب من نمیدونم شما از روی چه چیزی دارید توضیح میدید، ولی در مورد اینکه توی کنوانسیون توی کنوانسیون توی ماده دو بند دومش اومده که اینها میتونن در مورد حقوق کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آبها، بستر و زیر بستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی و برفراز دریا را تعیین و تنظیم بکنند. این در مورد اینکه آیا اومده یا نه. در مورد ماده 8 بنده یک اومده تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورها با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و غیره انجام بگیره. یعنی اومده اون تقسیماتی که در مورد بستر و زیر بستر در قسمت شمالی انجام شده بود بر مبنای خط منصف تصحیح شده رو پذیرفته و مشروعیت داده. اما در مورد ایران به خاطر اینکه هنوز ایران دچار اختلاف با کشورهای همسایه است، یعنی در قسمت جنوبی دریاچه کاسپیان، این مسئله مشخص نشده. اما نه تنها ما در مورد بستر و زیر بستر در قسمت شمالی مشخصه و در قسمت جنوبی مشخص نیست، اتفاقی که افتاده در مورد آبهای ساحلی و آبهای سرزمینی خودمون هم در قسمت جنوبی ما دچار ابهام هستیم، به خاطر اینکه در قسمت شمالی خط مبدا مشخص هستش، اما یعنی ما قسمت مسئله قسمت شمالی رو حل کردیم، اما در قسمت جنوبی به خاطر اینکه خط مبدا مستقیم ما باید ترسیم بکنیم، اومدیم تو کنوانسیون گفتیم که این خط مبدا مستقیم رو باید در طی یک معاهده دیگری با حضور هر 5 کشور تعیین بشه. یعنی یک فرمولی به دست بیاریم تا بعداً مرزهای ایران تعیین بشه. پس در مورد روی بستر، یعنی در مورد آبها، ما هنوز مرزامون با ابهام مواجهه. در مورد زیر بستر هم فرمودی رو پذیرفتیم که عملا تمام تقسیمات قسمت شمالی بین روسیه و قزاقستان و روسیه و آذربایجان رو به رسمیت شناختیم. آقای فرهنگ مثال بفرمایید. ببینید ما باید همین، شما خودتون از روی مواد اتفاقا خیلی هم دارید درست میخونید، هیچ چیز در این کنوانسیون تعیین نشده است. چارچوب کلی که همواره وجود داشته و چیز دیگه هم نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی دولت‌های مجاور میتوانند با هم دیگر تقسیم بکنند، این یه قاعده عقلی است و نهایتا ما جز این که نمیدونم، شما شاید نظرتون باشه ما باید لشکر بکشیم کل این دریا رو تصرف بکنیم که بین قزاقستان و مثلا روسیه هم نتونن بکنم. آقای خواهش میکنم اجازه این صحبت طرف مقابل تمام بشه. بفهمید این قاعده ای که دو طرفین مجاور با همدیگه خط منصف بین همدیگر رو در بستر و در زیر بستر و غیر اون بخوان تعیین بکنن، مسلما اصلا قاعده چیزی غیر از این هم نمیتواند باشد، مگر اینکه میگم ما یه تصورات غیر واقع نسبت به نقشه جهان و نقشه داشته باشیم و فکر کنیم یه چیز دیگه‌ای وجود داره روی کره زمین. اما بذارید پس من با این حساب ما به پیشینه یه مقدار نگاه واقع بینانه داشته باشیم. ببینید پیشینه‌ای که ما داریم بس قرارداد گلستان و ترکمانچای هست، بعد قرارداد 1921 هست، 1940 هست و خب حالا الان این کنوانسیون خزر که فعلا هست. ببینید ما به طور کلی همونطور که در قواعد حقوق اسلامی خودمون هم داریم، دقیقا همون قاعده مشابهش در حقوق بین الملل هم کارایی دارد، اون هم به این مفهوم که تعهدات، قراردادهای میان کشورها دو جنبه داره، از یک حیث به دو جنبه، امضایی و انشائی. موارد امضایی یعنی چیزایی که دو طرف تعیین میکنند که وجود داشته باشد، موارد انشائی که دو طرف انشاء میکنند به وجود میآورند، و موارد امضایی این هایی هستش که دو طرف آنچه که موجود است در واقعیت رو فقط روی کاغذ میارند. در خصوص گلستان معاهده ترکمانچای به طور علنی میگه اصلا دولت ایران اولا فقط به بحث کشتیرانی میپردازد و هیچ چیز دیگری. همینطوری قرارداد 1921 حتی و همینطور حتی تا 1940 ما به چیزی غیر از کشتیرانی اصلا نمیپردازیم به هیچ وجه من الوجو. یعنی حتی اون موقعی دو تا قراردادهای بعد از ترکمانچای حق کشتیرانی رو برگردون به ایران دیگه. نه ها خب بله 1921 یک تعارفی آقای لنین اومد کرد با ما، یعنی اصلا حقوقی نیست که ما این دولت جبارانه و رفتارهای، حالا من به تعابیر خودم، این دولت استعماری سابق ما تمام اینها رو کنسل میکنیم و حق کشتیرانی هم بین دو طرف به صورت معادل. حالا این در صورتیه که شما تصور بکنید سال 1940 ایران
ببخشید به هر حال کشور ماست، وطن ماست، ما ساخت یک قایق معمولی را هم تکنولوژیش با مشکل داره، اصلا امکان استفاده نداشتیم. بعد آقای لنین خیلی اگر ایشون اگر خیلی مثلا اینو همینجا بازش بکنیم، برای اینکه این دقیقاً به مسئله الان ایران هم برمیگرده. بسیاری معتقدن که کشورهای مثل قزاقستان و آذربایجان دارن حد اکثر استفاده را از منابع مشابه خزر میکنن به خاطر کمکاری ایران، به خاطر اینکه ایران در جنوبش که کلی مثلا در میدان نفتی آزادگان که مثلا امکان استفاده مشابه داشته نمیتونه برداشت بکنه، چون به خاطر مسائلش با بقیه دنیا امکان سرمایه گذاری نداره در خزر، و همین باز یک بار دیگه داره ایران رو عقب میندازه. نه ببین، حتی اگر ما خیلی میشه داستان و کاملا خارج میشیم اگه بخوام من بپردازم به این سوال شما، امکان سرمایه گذاری در خزر یا غیره به خاطر شرایط کلی ایران، این یه موضوع دیگری است و واقعا به این صورت که شما فرمودید فکر میکنید یک موضوع دیگری است، فکر میکنن یعنی خیلی ها میگن این دلیل عقب افتادن ایران هست. نه عقب افتادن، ببینید کشور آذربایجان با یه جی دی پی 40 میلیونی اصلا قابل مقایسه نیست با ایرانی که با یه اقتصادی که تحت تمام این تحریم ها و همین ها ما 20مین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم، یه دونه بالاتر از آلمانیم هنوز از لحاظ ریزرو طلا، ذخایر طلا و ارز خارجی طبق اسناد مربوط به CIA آمریکا. ما من الان میگم که من هیچ امکانی الان هیچ امکانی در دسترسم نیست که اینا رو چک بکنم، راستی آزمایی بکنم. فضای مجازی قرار میدم، هیچ مشکلی نداره، همه بینندگان هم میتونن برن چک بکنن. اصلا ما قابل مقایسه نیست به قول آمریکا یا پینات، اون در مقایسه با عظمتی که ما دنبال ایران. ببینید مخصوصا حالا دوست خوب ما ملی گرا هستن، ببین ایران در یمن برنده شده، در سوریه برنده شده، در عراق برنده شده، در هر جایی که اون نقشه احیانا رمانتیک بعضی از دوستان باشد، ایران همه اینها رو برنده شده. اصلا این الان جزء اون بحث سرمایه گذاری و غیره خیلی خوب است انجام بشود، اما الان ایران در یک بازی بسیار بسیار بزرگتر در سطح جهان هست که شرایط جهان رو ما داریم عوض میکنیم به طور کلی. به خاطر همین که آیا مثلا حالا جمهوری باکو که حالا من از نظر من به هر حال قانونی ان، حالا ولی به هر حال مثلا دارن یه لکلک میکنن اون گوشه که اینا که نشد برای ما دغدغه. حالا ما انشالله به امید خدا میخواییم به بحث خزر برگردیم. بله آقای کلاشی شما بفهم. جناب فرهنگ، به سوال بحث‌های رمانتیک علاقه دارم. من در مورد کنوانسیون دارم صحبت می‌کنم، در مورد حقوقمون، همون اتفاقاتی که در مورد برجام افتاد در مورد همین کنوانسیون. خب بذارید آقای کلاشی از شما من این سوالو بکنم. بسیاری کسانی که در واقع منتقد نظر افرادی مثل شما هستند، کسانی که بسیاری از در واقع حقوقدانان بین‌المللی همین رو میگن این نظر که 50-50 بخواد تقسیم بشه یک نظری هست که الان با شرایط حقوق بین الملل اصلا سازگار نیست. و یک چیز دیگه‌ای که میگن این هستش که به هر حال همین که خزر مشخص نیست دریاست یا دریاچه. ایران میگه دریاچه است، بقیه کشورهای حاشیه خزر میگن نه دریاست. خود این بحث رو پیچیده تر میکنه، یعنی اگر دریا باشه قوانین بین المللی برش حاکمه، اگر دریاچه است قوانین عوض میشه. شما پاسختون چیه؟ در مورد اینکه دریاچه‌ست یا دریاست، بحث اینه که بعد از فروپاشی شوروی اینها این کشورها نشستن تو آلمانتا و پذیرفتن که جانشین قراردادها و معاهدات و حقوق شوروی هستند. بعد روسیه اومد در اونجا اعلام که، یعنی قبل از سال 2000 هستش، اونجا اعلام کرد که اینجا دریاچه‌ست، یعنی جمهوری باکو اعلام میکرد که اینجا دریاست، دریای آزاده، دریای آزاد راه داره، که روسیه این تفسیر رو قبول نمی‌کرد و بعد به قراردادهای 21-40 اشاره می‌کرد، خود روسیه اشاره می‌کرد و بعد مدافع بحث مشا بود و می‌گفت که بایستی که از دریاچه مازندران به عنوان مشا استفاده کرد. تا 2000 هم طرفدار این نظریه ایران بود، خود روسیه هم از این نظر دفاع می‌کرد و مبتنی بر همین بود که وزارت خارجه ایران هم تفسیر 50% رو داشت. از سال 2000 به بعد که چرخش پیدا می‌کنه روسیه و بعد از 2002 هستش که در بعد از اینکه تو اشقابات به نتیجه نرسیدن، آرام آرام روسیه با توجه به اینکه ایران تحریم شده بود و مسئله هسته‌ای ایران جدی شده بود، مسئله هسته‌ای ایران جدی شده بود و ایران به سمت انزوا میرفت، روسیه چرخش پیدا کرد و طرفدار تقسیمات 2-2 شد. قسمت شمالی اون تقسیم شد. اما مدل ما چه هستش؟ اون مدل 50-50 که میگه معمولاً یک تصویر غلط ترسیم میکنه. ببینید همین الان در مورد سطح آب‌ها و دریا و قسمت آبیش یه تقسیم بندی نسبتاً
نسبتا خوب، نه قابل قبول، نسبتا خوبی انجام شد. یعنی اومده آبهای داخلی رو تعریف کرده، بعد آبهای ساحلی رو تعریف کرده که 15 مایل، یه 12 مایل، یه 10 مایل هم برای ماهیگیری در نظر گرفته، بقیه قسمت هنوز مشاره. یعنی هنوز ما در یک بودی از دریاچه کاسپیان بر مبنای همین کنوانسیون داریم به صورت مشاع عمل میکنیم. یعنی آبهای داخلی، بعد آبهای سرزمینی، بعد آبهای قسمت ماهیگیری و بعد مشاع. بحث اینه که این در مورد بستر دیگه رعایت نمیشه. اومده تقسیم بند کل بستر ما بین کشورهای همسایه بر اساس طول ساحل تقسیم بندی شده. بحث ما اینه که بر اساس ساحل یک مایلی رو میشد اون کشورهای ساحلی داد، قسمت وسط میشد مشاع که 50% مال ما بود. یکی کشورهای دیگه چطور تفسیر میکنن یک نکته خیلی مهم رو کلش. این یه مقدار به نظر زیاده خواهین. شما 4 کشور دیگر میگید که باید سهمشون مثلا بشه رو هم دیگه 50%، ایران باشه 50%. خب اگه به ساحل ایران هم نگاه کنیم، به سهمی که ایران از این بزرگی این دریاچه داره، هم به نظر غیر منطقی میاد. بذارید آقای فرنگ بسار هم یه سوال دارن از شما بگیرن. من میگم اصلا شما بگو 90%، شما روی نقشه به من نشون بدید بستر رو چجوری میخواین 50%؟ این نوک مثلث میره تو خاک روسیه. اصلا چجوری میخواین 50%؟ اصلا شدنی نیست یه همچین چیزی. آقای ببینید، این که 90% شما میدید رو ایراد نداره، ولی از طرف سهم ایران نمیتونید اینجوری راحت ببخشید. بحث من چی هستش؟ عنایت بفرمایید. شما، من تعجب میکنم، شما حقوق خوندید. چه کسی گفته که بستر سطح ساحل آبها رو میاییم یه خکش میذاریم 50 بالاش اونا پایین ما؟ اصلا این بحث وجود نداره. بس ساده است. بس اینه که یک مایلی رو 10 مایل یا 15 مایل از طول ساحل اختصاصی میشه، ما بقیه که آب میمونه همین الان هم مونده میشه مشا. بحثا میره توی بستر و زیر بستر. رو دارم سوال میکنم جناب آقای کلاشی. بستر رو شما چجوری با هم اگه صحبت کنیم هیچ کس متوجه نمیشه چه این حرف آقای کلاشی تمام شده. آقای فرنگ بسال، آقای فرنگ بسال میگن که اصلا بستر رو میگن، بستر رو چجوری میخواین شما تقسیم کنیم؟ بفهمید. بستر که طبیعتاً یه قسمت اختصاصی بر اساس طول ساحلشون 10 مایل 15 مایل اختصاصی به کشور ساحلی میرسه، بقیه قسمت ها میشه مشا. حالا اینکه این قرارداد این سهم رو به ما داده، این حق رو به ما داده، که ما نمیتونیم ازش بگذریم. اگرم قرار رو بگذریم باید امتیازی بگیریم، باید چیزی بگیریم. مسئله در دریاچه کاسپیان فقط اینها نیست، مسئله لوله گذاری هست، انتقال انرژی کاسپیان. فکر کنم آقای بسال همینو میگن. اونهایی هم که طرفدار این قرارداد هم هستن اینو میگن که هنوز هیچی تعیین نشده. این درصدهایی که گفته میشه درصدهایی نیست که واقعا در کنوانسیون اومده باشه. نه ببینید ببینید طرفداران دولت اصلا برجامه متن رو تفسیر نمیکنه، چیز خیالی تفسیر میکنن. در قسمت شمالی تقسیماتی که به عمل اومده بر مبنای همین کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، مونده قسمت جنوبی. یعنی سهم ما در قسمت جنوب دقیقا همینطوره، مشخص نیست. اما ما اومدیم توی این کنوانسیون تکلیف قسمت شمالیش رو مشخص کردیم. سوال ما اینه اگه قراره که سهم ما مشخص نباشه و پام باشه، برای چه قسمت شمالیش رو باید تعیین بکنیم، مشخص بکنیم؟ چه ماده ای از کنوانسیون قسمت شمالی رو مشخص کرده؟ عرض کردم ببینید در الان در توجه بفرمایید تا از روش دوباره بخونم. ماده 8 بند 1 گفته تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخشا باید از طریق توافق بین کشورها با ساحل مجاور و مقابل انجام بشه. منظورتون اینه که آقای کلاشی اونا که با هم دیگه رفتن تقسیم بندی خودشونو کردن، اینقدر سهم برای ایران مونده، منظورتون این هست؟ یعنی وقتی که مثلا قزاقستان و روسیه با هم دیگه یه مرزی گذاشتن، ترکمنستان و قزاقستان فلان اینا، برای ایران یه سهمی مونده این وسط، نه اینکه ایران تاس ما پذیرفتیم قسمت شمالی تقسیماتی که انجام داده رو ما پذیرفتیم. یعنی نظر شما آقای وصال چیه؟ بله. نه ببینید، اصلا یک موضوعی وجود داره که ببین اصلا پذیرش یا عدم پذیرش ما در خصوص یک معاهده دو جانبه دو کشور دیگر اصلا واجد اثر حقوقی نیست. اما از آنجایی که ما بر مبنای اصل عدالت و انصاف می‌خواهیم این 5 کشور اطراف دریای خزر با همدیگه تعامل داشته باشیم، هنوز هیچ کس نسبت به، یعنی ایران هم حتی همین بحث پذیرشی که میفرمایند رو طبق همین ماده که دقیقاً ایشون الان از روش خوندن، کنوانسیون میاد میگه که باید طرفین با هم توافق بکنن. یعنی که خب همین آی وصال بحث این هست، میگن سهم 100% رو اون 4 تا کشور با هم دیگه یه جوری تقسیم کردن، برای ایران 12-13% بیشتر نمونده. شما پاسخ خودتون من در مورد ایران نگفتم ما چقدر مونده. بحث منظور اونایی که میگن
بله. آها تموم شد رفت. پس چیزی به نام 1230 اساسا همچین عددی فعلا وجود ندارد. ما نهایتا چیزی که داریم در شمالی ترین نقطه این دریاچه که ما اون 50% خیالی رو اگر راحت کنیم باز به اونجا نمیرسیم و اونا باز میتونن تو اون 50% خودشون با هم تقسیم بکنن، یک توافق اونجا داریم. این اصلا هیچ ربطی به حقوق ما ندارد جز اینکه ما خیال کنیم مرکز جهان و کائناتی و همه جهان. نه بحث اینه آقای فرنگ، مثلا اونهایی که منتقد دولت آقای روحانی هستن میگن اگه آقای روحانی نمیرفت واکتا این رو امضا نمیکرد، به این در واقع اینو نمیپذیرفت به عنوان رئیس دولتی. حتی اگر ما بیایم، حتی اگر این ایراد رو بپذیریم، اعلامیه تفسیری که جناب آقای دکتر ظریف صادر کردن طبق مادهش الان خاطرم نیست از کنوانسیون 1969 وین که کنوانسیون هاست و هموارد اعلامیه تفسیری که بعد از امضا و تایید و حالا راتیفیکیشن کنوانسیون صادر بشود به عنوان سند تفسیر تعهدات طرف نسبت به طرف این تلقی می شود، دقیقاً همین نکته رو به صراحت اعلام کردند که بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است، چه ایران نسبت به بقیه، چه دیگران نسبت به هم دیگه. ایران مورد پذیرشش همچنان نیست، اینو صراحتا گفته. من بله. نمیدونم. خب اجازه بدید من 20 ثانیه هم آقای کلاشی وقت بدن که بحث رو ببندم. 20 ثانیه بیشتر وقت نداره کلاشی اگه میخواین چیزی بگید. بله، بحث اینه که برای اینکه ما بتونیم حقوق خودمون رو توی دریای کاسپین به حد اکثر برسونیم و بتونیم از حقوق تاریخی خودمون دفاع بکنیم، به یک عزم ملی نیاز داریم. باید به صورت ملی دفاع بکنیم و از سابقه تاریخی خودمون صیانت بکنیم و اجازه ندیم که به این راحتی حقوقمون توی دریاچه کاسپین لگد بخوره. خیلی متشکرم آقای کلاشی. آقای فرنگ وصال ممنونم که در این بحث خوب شرکت کردید. بفرمایید 20 ثانیه آقای وصال بفرمایید. حق تاریخی ما متاسفانه آنچنان در برابر ابرقدرتی که شوروی بود و روسیه تزاری بود آنچنان متاسفانه نیست. اما جدای از اون، مهمترین نکته این کنوانسیون خزر که ما بهش پرداخت نپرداختیم بحث امنیتی هست. بله. ایران در این کنوانسیون ماده 3 بند 6 و بند 7 ماده 4 خیلی متشکرم. انشالله در بحث بعدی در برنامه بعدی. بسیار ممنونم آقای فرنگ وصال، آقای کلاشی و ممنون از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. شب روزتون خوش. We'll be right back.